سلام، به نگاه سیاسی روز خوش آمدید. احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس در اظهاراتی بی سابقه جمهوری اسلامی را دچار فساد سیستماتیک توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، توکلی با اعتراف به اینکه ما به مرحله فساد سیستماتیک رسیده ایم گفته این فساد به مرحله ای از فساد اطلاق می شود که نهادهای مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد مبتلا هستند. توکلی نهادهایی مثل قوه قضاییه، نیروی انتظامی، مجلس، بازرسی کل کشور را نام برد که در مبارزه با فساد مسئولند، اما به گفته او پاک پاک نیستند. او محمود احمدی نژاد را متهم کرد که خواسته یا ناخواسته از برخی افراد فاسد حمایت می‌کرد. اظهارات بی سابقه این نماینده اصولگرا در حالی است که هفته گذشته وزیر اقتصاد دولت روحانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری درباره وضعیت خصوصی سازی در دولت‌های محمود احمدی نژاد گفت: متاسفم که باید عرض کنم فقط 13% از واگذاری‌های سالیان اخیر ما به بخش خصوصی واقعی بوده و از این رقم تنها 3% واگذاری‌ها کاملاً واقعی بوده. ناظران می‌گویند اگر آمار مربوط به واگذاری‌ها را در کنار آمارهای دیگری که طی 8 سال گذشته شکل گرفتند قرار بدهیم، دلایل بحران اقتصادی کشور روشن می‌شود که شاید برجسته‌ترین آن 100 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی است. به باور برخی از آنها این موضوع نه تنها حکایت از فاسد بودن ماهیت وام‌های داده شده را دارد که روی زد و بند نفوذ قدرت صورت گرفته، بلکه صرفاً نوک قله را نشان می‌دهد و بخش بزرگتر آن هنوز زیر آب است و نمایان نشده. به باور ناظران اقتصادی وجود روابط فاسد اقتصادی در کشور و نحوه برخورد با مفسدین نشان می‌دهد که بسیاری از کسانی که آن 100 هزار میلیارد تومان را گرفتند و پس نمی‌دهند و 100 هزار میلیارد تومان دیگر را گرفتند و البته پس می‌دهند، افراد درون قدرت هستند. اعتراف به فساد یک سیستم قدم اول برای اصلاح آن سیستم است و اگر سیاست دموکراتیک بدون سلامت و رقابت ممکن نیست، اقتصاد دموکراتیک هم بدون فساد زدایی و تسلیم شدن در برابر نظارت غیر ممکن است.